سلام من میلادم نوری و این اپیزود دوم از رادیو می با موضوع از کجا شروع کنیم تو این اپیزود و اپیزودهای بعدی در مورد اینکه برای یادگیری یک تکنولوژی جدید یک زبان برنامه‌نویسی جدید از کجا شروع کنیم صحبت می‌کنیم اینکه نگاه ابزاری داشته باشیم به چیزی که قرار یاد بگیریم برای انتخاب ابزار بهتر سوالات اشتباه اول راهو از ذهنمون بیرون بریزیم سوالات درستری طرح کنیم برای انتخاب ابزار درست در چه نکاتی رو در نظر بگیریم برای این انتخاب بعد از انتخاب منبع آموزشی و روش آموزشی رو انتخاب کنیم پکیج های آموزشی رو بررسی می کنیم ها و معایب یاد شروع یادگیری با فریم ها رو بررسی می کنیم به هوش مصنوعی نگاهی میندازیم اینکه با اومدن این همه هوش مصنوعی آیا همچنان به صرفه هست منطقی از زبان برنامه نویسی یاد بگیریم اینها قرار هوش مصنوعی قرار جای ما رو بگیره یا میتونه فعلا به عنوان یک دستیار و یک ابزار در حین آموزش و کار کردن کنار ما باشه در مورد اینکه کسب تجربه کنیم رزومه سازی کنیم و کسب درآمد کنیم فقط به دلیل اینکه این موضوع کمی طولانیه ممکنه توی سه اپیزود یا حتی بیشتر بهش بپردازیم صبور باشید و همه اپیزودها رو دنبال کنید من دو قسمت جدیدا به رادیومی اضافه کردم یک قسمت اخبار و یک قسمت معرفی در قسمت اخبار یه نگاه کلی میندازیم به اخبار اتفاق افتاده اخبار حائز اهمیت بین هر دو اپیزود و در قسمت معرفی هم در انتهای هر اپیزود اگر موضوعی برای معرفی داشته باشیم ارائه میکنیم حالا ممکنه این معرفی معرفی یک پکیج برنامه نویسی باشه معرفی یک وبسایت یک ابزار حتی یک فیلم مرتبط باشه اخبار رو با سرعت اینترنت شروع می کنیم طبق گزارش اسپید تست رتبه ایران از نظر سرعت اینترنت ثابت با یک پل سقوط به 154 رسیده یعنی ایران رتبه 154 در اینترنت موبایل هم مثل ماه قبل رتبه 74 رتبه پایینتر از زیمبابوه و اوگاندا متاسفانه در حالی که امارات و قطر پیشتاز این لیستن صد نشینن صد نشین اینترنت موبایل توی شرایطی که کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن برای پیشرفت در حوزه های مختلف سرعت اینترنتشون رو بالا ببرن و رقابت دارن ما باید چشم امیدمون باشه که آیا از زیمبابوه و اوگاندا بهتر میشه وضعیتمون یا نه متاسفانه موضوع بعدی یکی از نماینده های مجلس اعلام کرده که 64 درصد مردم از VPN استفاده میکنن یعنی فیلترینگ به شکل گسترده فعلی جوری شده که در واقع زیست روزانه مردم مختل شده و بدون VPN نمیتونن استفاده روزمرهشون رو داشته باشن و 64 درصد مردم وی پی میخرن و اعلام کردن که حدود 100 تا 150 هزار تومن هم هر کدوم از اینها در, در ما هزینه میکنن بعد راهکارش این بوده خب چرا خودمون به صورت مستقیم و بدون واسطه به مردم وی پی نفروشیم یعنی مثلا دیدن یه تعدادی آدم نیاز دارن برای زندگی روزمرشون به وی پی به دلیل همون فیلترینگ احمقانه که اتفاق افتاده به این گستردگی و براشون سوال شده خب چرا خودمون مثلا این پول رو در نیاره مثلا دولت چرا این پول رو در نیاره و اصلا سوال نپرسیدن خب این نیاز 64 درصدی مردم از کجا اومده خیلی جالبه احتمالا مثلا بعد هم از همچی شخصی سوال بپرسی در ذهن خودش خیلی راهکار ای داده و کمک کرده مثلا باری رو از دوش مردم برداشته در صورتی که تو وضع اقتصادی فعلی براش سوال نیست ما 100 صد 150 صد هزار تومان بابت وی پی هم به مردم اضافه کردیم جزء هزینه‌های روزمرهشون و هم جالب بود یه موضوع دیگه اینماده اینما ظاهرا سیستمش رو آپدیت کرده این اماد همیشه مشکلات زیادی داشته همیشه چوبلای چرخ کسب و کارها کرده از روزی که اومده و خیلی ها حتی ازش به عنوان ایمانه اسم میبرن جدیدا هم سیستمش رو آپدیت کرده و ما خودمون مشتری شرکتمون براشون مشکلاتی پیش اومده مثلا خیلی هاشون این اماد سه ستاره دارن حالا این نماد ستاره مختلف داره وقتی مثلا یه سر موارد رو بیشتر رعایت میکنن یه سری چک رو بیشتر پاس میکنن این نماد سه ستاره بهشون میدن این این توی سایت خود نماد برای این کسب و کارا سه ستاره و بدون هیچ مشکلی تعریف شده ولی توی سایت های اینا یک ستاره شده و روش نشه در انتظار بررسی مدارک یه همچی چیزی و وقتی با این نماد صحبت میکنیم یه دونه تیکت باز میکنیم یعنی مشتری های شرکت ما این مشکل رو دارن من خودم هم حتی براشون پیگیری کردم به صورت تیکتی به صورت تلفنی وقتی تیکت باز میکنیم اپراتورشون روز اول میگفت کد رو پاک کنید کد این نماد و کد جدید رو قرار بدید و بعد از 24 ساعت درست میشه بعد مثلا یک ماه گذشت بعد از یک ماه دوباره یه تیکت زدیم اپراتور حالا یا اون اپراتور یا اپراتور جدید گفته کد قبلی رو پاک کنید کد جدید رو بذارید بعد از سه روز درست میشه کد جدید و قبلی از نظر ساختار کد هیچ فرقی نداره حتی یک نقطه یک اسپیس اما خب اپراتورهایی اونجا گذاشتن که انگار صرفا مردم سر کار بذارن این هم روشی که این نماد داره در واقع کسب و کار رو سر کار میذاره به خاطر مشکلات سمت خودشه صرفا یک سری اپراتور گذاشته مثل اپراتورهای اینترنت که یک زمانی مشکل داشتی بهشون زنگ میزدی فقط یاد گرفته بودن میگفتن مودم تو ریست کن بعد یک کسب و کار دیگه که مشتری ماست دوباره گفته به من مسیج داده حالا من توی نسخه ویدیویی تصویر این تیکت ها و مسیج ها رو میذارم اگه دارید می‌بینید که این نماد گفته این کد رو مثلا بذارید خب خیلی از این کسب و کار بندگان خدا نمیدونن که این نماد و اپراتوراش اینا رو دنبال نخودسیا فرستاده که من بهشون توضیح میدم این مشکلی که شما دارین پنج تا دیگه از کسب و کار مشتری ما هم دارن و اینها صرفا دارن ما رو دنبال نخودسیا میفرستن الان برای بعضی از کسب و کارهایی که ما باشون کار میکنیم چهار ماه این گذشته و این مشکل حل نشده تلفن هم زدیم باز همش میگن تیکتتون رو گذاشتیم اولویت یکی دیگه از مشکلاتی که پیدا کرده این نماد بعد از آپدیت سایت یه بنده خدای دیگه یک بدبخت دیگه توی پنل یکی از مشتری ما داره نشون داده میشه یعنی سایت مال این نیست توی پنلش داره نشون داده میشه حالا اینم گزارش داده باز اصلا اونم خیلی براشون مهم نبوده ظاهرا از این هم بگذریم خبر بعدی این که پلیس فتا اعلام کرده یه آنتی ویروسی به اسم فارز رو, رو نمایی کرده نکته عجیب و شاخدار این خبر این بود که دارن رایزنی هایی میکنن که نصب این آنتی ویروس اجباری بشه خیلی عجیبه در شرایطی که مثلا گوگل پلی پروتکت به دلیل فیلترینگ گوگل پلی باعث شده امنیت کاربرها زیر سوال بره و اپلیکیشنی اگر حالا کار بدافزار میکنه نمیدونم فیشینگ داره یا هر چیزی توسط گوگل پلی پروتکت تشخیص داده نشه به دلیل اینکه فیلتره و روی گوشی کاربر ممکنه در واقع اتصال اینترنتش حالا از وی پی این رد نشه تو این شرایط دلسوز امنیت مردم شدن و خواستن این آنتی ویروس به صورت اجباری نصب بشه احتمالا یه تعداد جوان نخبه هم به کار بگیرن و توی مترو مثلا قرار بدن که گوشی ها رو چک کنن و ببینن کسی خدای نکره این آنتی ویروس رو پاک نکرده باشه خبر بعدی این که انتخابات نظام سنفی رایانه‌ای در جریانه حالا بعضی از افراد که به کار سنفی اعتقاد یا علاقه دارن به صورت شخصی و مستقل شرکت کردن بعضی هم که به لیستی و اتوبوسی نیاز دارن به صورت گروهی اعلام حضور کردن نکته جالب اینه که توی یکی از این لیست ها مدیر یکی از شرکت های فعال در توسعه سیستم های فیلترینگ حضور داره یعنی یک شرکتی توی توسعه سامانه های فیلترینگ همون فیلترینگی که کسب و کار ماها زیست شخصی ماها و زندگی روزمرمون رو مختل کرده اون شرکت توسعه داره میده این سیستما رو بعد افرادی اومدن توی لیست کنار این شخص قرار گرفتن بعد مثلا از خودشون نپرسیدن فردا روزی به عنوان فعالان و سنف مثلا با این شخص میخوان توی یک دور یک میز بشینن توی یک گروه و چی رو مطرح چه مشکلی رو حل کنن بیان مثلا بگن خود فیلترینگ گسترده ای که ما داریم مثلا کسب و کارها رو دچار مشکل کرده مردم عادی رو کاربرهای این کسب و کارهای این سنف رو دچار مشکل کرده بیان راجع فیلترین چونه بزنن با شرکتی که زینف مالی و ریالیه توی فیلتر این هم جز عجایبه که این روزا کم نمیبینیم خبر بعدی این که ایسا زارپور اعلام کرده توی یک سال و نیم گذشته تعداد کار برای پیام های داخلی هش برابر شده من فقط دو تا خاطره تعریف کنم و دو تا نکته در این مورد اشاره کنم من چند وقت پیش برای یک شخص سنبالایی نیاز بود یک فایلی رو بفرستم و خیلی مهم بود و خیلی برای منم قابل احترام بودنشون. به خاطر مشکلات فیلترینگی که توی زندگی روزمره همه ما اتفاق افتاده ایشون حالا دسترسی به پیام های فیلتر شده مثل واتساپ و تلگرام نداشتن و به من اعلام که من فقط ایتا دارم منم به خاطر ایشون ایتا رو نصب کردم یک ویدئویی مثلا 70 80 مگابایتی بود می‌خواستم بفرستم مجبور شدم بفرست نصب کنم ایتا رو مجبور شدم به خاطر اینکه یک کاری رو انجام بدم و موقعی که می‌خواستم فایل بفرستم اعلام کرد که من به ما نمیتونه بیشتر از 50 مگابایت فایل رو بفرستیم گفتیم اوکی خود ایتا مثل تلگرام و بقیه پلتفرم‌ها یه دستگیری داره که من ویدیو رو حجمش رو کمتر کنم و زدم ارسال بشه یک بار ارسال کرد و حجم ویدیو رو اصلا یه سایز عجیبی زده بود مثلا 3 کیلوبایت و ایشون طرف مقابلم گفتن این ویدیو باز نمیشه حالا من باز اسکرین شات چت رو اینجا میذارم توی نسخه تصویری گفتم خب یک بار دیگه میفرستم و زدم ارسال بشه نزدیک 12 14 ساعت بعد همینجوری ایتا داشت اینو سند میکرد برای خودش اون نوتیفیکیشن بالای گوشی منم اومده بود که مثلا ایتا در حال ارسال فایل دیگه گوشیمو ریستارت کردم که این نوتیفیکیشن بره و ایتا رو پاک کردم این ایتا یعنی من مجبور شدم برای یک کاری فایل برای یک کاری ایتا رو نصب کنم و اون کار هم انجام نشد و حذفش کردم مدت قبلا میخواستم برم ترکیه یک سفر و گفتم یک سرچی کنم حالا سرچ کردم گفتم 500 دلار ارز حالا یکم ارزونتر بهتون میدن با نرخ دولتی حالا یکم ارزونتر گفتم چرا که نه خب منم این ارز رو میگیرم هر جا که من سرچ کردم رسیدم به پیام بله متعلق به بانک ملی که باید برید توی بله نوبت بگیرید گفتیم باشه میریم توی بله بله رو نصب کردم به اجبار برای این کار بله رو نصب کردم برای اینکه یه کاری رو انجام بدم نصب کردم اصلا جایی برای این کار نداشت و یه قسمت نوبت دهی داشت برای نوبت دهی روزمره توی بانک ها همون هم من تست کردم و کار نمیکرد اون موقع الان رو نمیدونم و رفتیم بانک پرسجو کردیم متوجه شدیم این فراینده که توی سایت ها نوشته شده اصلا اینجوری نیست نوشتن توی بله باید برید نوبت بگیرید ولی فرایند جور دیگه ایه شما ساعت دوازده یا یک شب باید برید یک برگه بچسبونید دم بانک به صورت حضوری یک برگ آچار بچسبه و آدم ها بیان نوبت بنویسن مثلا شما بنویسی اولی لیست من میلاد نوری هم یه چند نفر دیگه هم پشت سر شما بیان اینجا بنویسن و حالا باید خوششانس باشید اگر مثلا ساعت سه نصف شب یکی اومد دید این لیست پر شده لیست رو نکنه یه لیست دیگه ای بذاره و اون موقع اگه شما میرفتید بانک به یه کارمند بانک ملی میگفتید من توی بله نوبت گرفتم یا اولین سیدی که بهتون تحویل یک لبخند تمسخرآمیز بود چون اصلا همچی چیزی نبود درسته که تو سایت ها این اعلام شده بود و در کمال تعجب ما یه برگه زدیم و با دو سه نفر دیگه صحبت کردیم حالا گفتیم مثلا ما این برگه رو ساعت یک میزنیم شما ساعت دو برو مثلا اسم تو اضافه کن یا ببین مثلا برگه سرجاش اون یک ساعت سه و در کمال تعجب ما صبح رفتیم و طبق این برگه به ما عرض دادن و من پیمرسان بله رو هست کردم و بالاخره منم جزء کاربرای بله شدم وقتی اینو نصب کردم خواستم بگم آقای زارپور وقتی میگن تعداد کاربرهای پیام رسانهای داخلی هشت برابر شدن تعجب نکنید یکی مثل من که از روی اجبار بله و ایتا رو نصب کرده و هیچ کدوم از این دوتا پیام رسان حتی کمک نکردن به اجبار اون کار انجام بشه رو دو بار حساب کردن یعنی من دوبار به عنوان کاربر فعال در پیام رسان های داخلی توی یک سال نیمه گذشته حساب شدم و خیلی جای تعجب نداره این عدده متاسفانه فقط اینکه این به این, این عدد دل خوش میکنن و افتخار میکنن عجیبه چون خودشون میدونن از چه راهی این کار برای داره به دست میاد موضوع بعدی هم این موضوع آیفون های زیر قیمت بازاره که باب شده دارن میفروشن یک سری شرکت اومدن و با قیمت خیلی پایین تر از بازار دارن آیفون 13 میفروشن مثلا اگر 35 تومن 38 تومنه اینو تا 20 میلیون تومن پایین آوردن انواع اقسام بازیگر و سلبریتی هم برای اینا تبلیغ میکنن خیلی خوشیار باشید و مراقب باشید محتاط باشید در مورد این شرکت ها چون قبلا در مورد در حوزه خودرو حوزه های دیگه هم اینو داشتیم خیلی ها برای اینکه خودشون رو توجیه کنن و برن سمت این شرکت ها میگن اگه مثلا مشکل داره چرا اینو همه بازیگر رو تبلیغ میکنن چرا جلوش گرفته نمیشه در مورد حوزه خودرو هم همین بود یک شرکتی بود خیلی پر سر و از اینا کار میکرد الان سرچ کنید رضایت خودرو در واقع خبراشو میبینید در مورد کلاهبرداریاش از این هم بگذریم توی مدت خواننده به اسم ساسی هم یه آهنگی داده بود و امو پورنگ اومده بود در موردش صحبت کرده بود که این آهنگ مناسب همه سنین نیست و کاش در اختیار کودکان و نوجوانان قرار ندیم همچین آهنگی را خب خود من شخصا که نه طرفدار این خواننده و آهنگاش نیستم مخصوصا اینکه اسپانسر آهنگاشون هم سایت بت سایتایی که به بهانه بت در واقع جیب مردم ایران خالی میکنن و از این نکته بگذریم ولی حرفی که همون پور رنگ زده بود حالا تا حدی منطقیه ولی خواستم به بهانه این حالا بحثی که بینشون در گرفته بود یه نکته ای رو اشاره کنم اینکه توی خیلی از کشورها یک سری سیستم ها برای همه فیلتر میشه احتمالا مثلا سایتی فرض کنید در زمینه مواد مخدر باشه تو بسیاری از کشورها احتمالا فیلتر میشه برای همه یا مثلا سایتی که مروج خشونت باشه ترویج دهنده و تبلیغ کننده خشونت باشه خب این فیلتر میشه و کسی هم خیلی مشکلی باهاش نداره و خیلی از کشورهای یک سری از قطع دسترسی ها و مسدود سازی ها رو به خود والدین میسپارن یعنی شما توی همه سیستم ها اندروید، آی ویندوز، لینوکس همه اینا یک سری سرویس کنترل والدین دارن پرنتال کنترل و قسمت زیادی از اینو دولت ها و حکومت‌ها به خود خانواده‌ها ها می مثلا میگن ما این سایت های ترویج دهنده خشونت و مواد مخدر رو الو بلو فیلتر کردیم ولی خب یه سری چیزها رو به عهده خانواده‌ها ها دیگه ممکنه یک خانواده ای اوکی باشه با اینکه فرزندش آهنگی رو گوش بده یک خانواده ای هم اوکی نباشه مثلا کلا و خب منطقیه در کنارش آموزش میدن به خانواده ها چیزی که ما تو ایران نمیبینیم مثلا این همه سال که این همه نهاد فرهنگی و آموزشی ادعاشون میشه دغدغه دق 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 دارن بود های کلام میگیرن هیچ وقت نمیبینه توی صدا و سیما اومده باشن نرم افزارهای کنترل مثلا والدین رو آموزش داده باشن یا روش های از این دست رو مثلا ترویج کرده باشن صرفا اومدن با روش های احمقانه دسترسی همه رو به یک چیزی بستن مثل همین کاری که مثلا چند سال پیش کردن و سیف سرچ گوگل رو برای همه فعال کردن یا مثلا یک بچه ده دوازده ساله وقتی بخواد برای یک هم کلاسیش حالا چهار تا فایل آموزشی یا هر چیزی بفرسته خب پیام ها اکثرا فیلترن شما وقتی بخواید یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که آمارش هم اومده رشد چند درصدی داشته با اینکه فیلتر بوده خب نشون میده مردم به این نیاز دارن حالا برای تفریح برای آموزش برای کسب و کار به هر دلیل به این نیاز دارن و این شبکه اجتماعی علاوه فیلترینگ ترک نکردن شما وقتی میخواد یک کار آماری رو سایتت کنی نصف ابزارهای از آنالیتیکس فیلتره یا تحریمه شما وقتی میخواید اپلیکیشن موبایل تو آپدیت کنی مارکت ها رو مثل گوگل پلی رو فیلتر کردن یعنی به قدر این فیلترینگ گسترده شده که دیگه شما نمیتونید بدون فیلتر شکن زندگی کنید چه شما به عنوان پدر مادر چه فرزندتون حالا صحبتی که بود این بود که یک سری سیستم ها رو حاکمیت هر کشوری مثل سیستم سایت های مواد مخدر مروج خشونت هر سیستم ممکن اینا رو فیلتر کنه از اونم پدر ها خب وی پی ان اجازه نمیدادن بچه هاشون داشته باشن چون میسه اگه وی پی این داشته باشن به همه اون سیستم های مخرب دسترسی داره بچه و با ابزارهای پرنتال کنترل هم اگه نیاز بود چهار تا شبکه اجتماعی چهار تا قسمت از شبکه اجتماعی را میتونستن مسدود کنن براش ولی توی ایران وقتی همه چیز فیلتر شده و شما به خاطر اینکه آدم ها بتونن استفاده عادی کنن از اینترنت فیلتر شکن مجبوری داشت در اختیارشون بذاره یا داشته باشن چه پدر مادر چه فرزندها دیگه اون فیلترینگ درست هم کاربردش از دست میده شما دیگه وقتی بچهتون بچه 8 سالتون بچه ده سالتون وی پی روی گوشش نصب شد دیگه مهم نیست سایت مواد مخدر سایت پرن سایت نمیدونم دوستیابی هر سایتی که فیلتر بود دیگه به همه چی دسترسی داره دیگه هیچ فیلترینگی هیچ ابزار مسدود کننده ای براش جواب نمیده و اتفاقا ما از اون ور بوم افتادی مثلا اگر یک توی کشور سالمی چهار تا سیستم فیلتره و بچه ها بهش دسترسی ندارن اینجا 100 تا فیلتر سیستم فیلتره و همه به همش دسترسی دارن و نکته این قضیه اینه اما فوراً تو شرایطی اومده گفته ما نگران بچه هایی که به این همچی آهنگ دسترسی نداشته باشن که این بچه ها کسانی هستند که دارن برای پدر مادرشون وی پی نصب میکنن چون خب خیلی نسل قدیمی تر و پدر مادرها خیلیشون بلد نیستن ولی الان بچه ده دوازده ساله برای در سرهر وی پی این کامفی کنه بعضیشون تو مدرسه وی پی میفروشن بعضیشون برای پدر مادر وی پی این دارن نصب میکنن حالا سوال اینه وقتی بچه‌ای که برای پدر مادر و اطرافیانش داره وی پی این وصل میکنه باعث میشه اونها مثلا بتونن از این سد فیلترینگ احمقانه و گسترده اینترنت عبور کنن دیگه این بچه چیزی برای دست دادن نداره به خاطر اینکه خودش منبع وی پی خودش غیر از همه اون سیستم هایی که بهش اشتباه فیلتر شده به سایت های پرن راحت دسترسی داره به هر چیز مخربی توی اینترنت دسترسی داره دیگه از این که مثلا نگران این, این که این بچه این آهنگ رو گوش نده خیلی نگرانی بجا و درستیه ولی خب توی این شرایط خیلی نگرانی به درد نخوریه به نظر من به هیچ جایی نمیرسه ما باید نگران باشیم که این فیلترینگ احمقانه که این سالها انقدر گسترده شده باعث شده دیگه با شما هیچ جوری دیگه نتونی بچت رو کنترل کنی الان شما اگر بچت گوشی موبایل داشته باشه قطعا نیاز داره برای استفاده عادی وی پی داشته باشه اگر هم وی پی داشت به همه چی دسترسی داره تموم شده رفت یعنی تنها راه اینه که بچت رو کنترل کنی با این کابلای فیبرنوری که وزیر لطفیت و دم خونه ها کشیده دست و پای بچه رو با کابل فیبر نوری ببندی به تو اتاق به هیچی دسترسی نداشته باشه وگرنه که به همه چی دسترسی داره خب اینم بخش اخبار بود که دنبال کردیم ببینیم چه خبره در این دنیای پر از عجایب ما بریم سراغ موضوع اصلی اپیزودمون این که از کجا شروع کنیم بیشترین سوالایی که توی شبکه های اجتماعی از من پرسیده میشه اینه که از کجا شروع کنیم چه زبان برنامه رو یاد بگیریم این سوالایی که از من پرسیده میشه احتمالا سوالایی که تو ذهن خود اون شخص هم هست سوالایی که گنگن و قطعا جواب مشخصی ندارن سوالایی مثل این که مثلا من چه زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرم خوبه من دانشجوی نرم آیا پایتون شروع کنم من پسر گفته فعلا سی پلاس پلاس بخون همین خوبه یا مثلا سویچ کنم آیا منطقی جاوا اسکریپت یاد بگیرم آیا برنامه‌نویسی موبایل پولش خوبه نمیدونم دوستم گفته فعلا برای شروع مثلا جاوا بخون و سوالهایی که نشون میده اون شخص هنوز نمیدونه دنبال چیه و اگر شما از ده تا برنامه نویس بپرسید که چه زبان برنامه نویسی رو شروع کنم احتمالا جوابهای خیلی مختلف و متنوعی میشنوید و وقتی سوالاتون توی این مرحله است نشون میده که هنوز نمیدونید چی میخواید نمیدونید دنبال چی هستید هدفتون از این یادگیری چیه و یک در واقع گمراهی و سردرگمی دوچارشین دوچاری سردرگمی هستید حالا اگر از ده نفر بپرسید چه زبان برنامه نویسی یاد بگیرم با جوابهای مختلفی که به شما داده میشه احتمالا این گمراهی شما بیشتر میشه این سوال ها سوال های خامیه و نشون میده طرف هنوز هدفش رو انتخاب نکرده ما باید درک کنیم زبان برنامه نویسی و هر تکنولوژی که داریم یاد میگیریم ابزاره ابزاری برای اینکه ما یه کاری رو باش انجام بدیم یه هدفی رو دنبال کنیم و قبل از اینکه راجب ابزار سوال بپرسیم مثلا از چهار تا برنامه نویس دیگه یا حتی توی ذهن خودمون بپرسیم من چه زبان برنامه نویسی رو شروع کنم بپرسیم قراره چیکار کنم هدف چیه برای اینکه ملموس بشه این سوالها چقدر گنگ گم و گمراه کنند است میتونید اونا رو تشبیه کنید به رشته های دیگه مثلا این سوال ها رو ببرید تو حوزه عمران مثلا از یه نفر بپرسید آقا به نظر کار با دستگاه جوش برای من بهتره الان یا کار با مثلا کمچه و ماله یا توی حوزه پزشکی مثلا بپرسید آقا من کار با ابزارهای بخیه زدن رو الان یاد بگیرم یا کار با مثلا ابزارهای رادیولوژی رو این سوال ها خیلی سوال های بی ربط به همیه ولی خب چون ما خام ذهنیتمون خامه و هنوز گنگه طبیعیه و احتمالا حق داریم این سوال ها رو بپرسیم اینها سوال های اشتباهیه ما برای اینکه هدف رو تعریف کنیم و سوال های درستری بپرسیم لازمش اینه اول این سوال های اشتباه رو از ذهنمون بریزیم بیرون پس اولین قدم برای یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی جدید، یک تکنولوژی جدید، یک ابزار جدید اینه که بپذیریم همه اینها ابزارن و ما قبل از اینکه بریم دنبال تحقیق و انتخاب یک ابزار حالا با جستجو کردن با مشورت گرفتن و اینها بیایم هدفمون رو مشخص کنیم و سوالهای اشتباه رو در قدم اول بریزیم بیرون از ذهنمون و در قدم دوم سوالهای درستی تعریف کنیم که ببینیم قرار هست چیکار کنیم در واقع قبل از اینکه انتخاب کنیم چه چیزی یاد بگیریم انتخاب کنیم برای چه کاری قراره یاد بگیریم و ته یک فرآیند سوالهای درستری رو توی ذهنمون ترک کنیم و از یه مرحله به بعد بریم سراغ افراد دیگه برای مشورت گرفتن و سرچ کردن جستجو کردن تحقیق کردن به عنوان مثال مثلا من توی یک کیس تعریف میکنم برای خودم من میلاد نوری با تحقیقاتی که کردم علاقه ای که داشتم متوجه شدم دنیای اپلیکیشن های موبایل برای من جذابه و تحقیق هم کردم متوجه شدم درآمد خوبی هم میتونم از قبل این داشته باشم از طریق کاف بازار و مایکت و گوگل پلی و مارکت های مختلفی که هست و یک ایده کوچیکی به ذهنم رسید یه اپلیکیشنی رو تولید کنم خودم منتشر کنم حالا اینجا چون من مشخص شد میخوام چیکار کنم من میخوام زبان برنامه نویسی یاد ابزار و تکنولوژی رو یاد بگیرم بتونم اون ایده ای که تو ذهنم رو به یک اپلیکیشن تبدیل کنم و ازش کسب درآمد کنم یا حداقل تست کنم شاید به کسب درآمدم نرسه حالا که هدفم مشخص شد برنامه نویسی موبایله با یک سرچ خیلی سطحی خیلی تحقیق ابتدایی متوجه میشم چند تا انتخاب دارم یا برنامه نویسی اندروید به زبان جاواست یا کاتلینه یا فلاتره یا فریم ورک هایی که حالا ممکنه مورد استفادهشون کمتر باشه ولی سه تا انتخاب دارم که برای رسیدن به اینکه این سه این تا انتخاب پیش رومه خیلی هم نیاز به تحقیقات گسترده نمیدونم تجربه زیادی هم نیست سه تا انتخاب پیش روی منه از این سه تا انتخاب وقتی میخوام در واقع تصمیم بگیرم اینجا باید تحقیقات بیشتری انجام بدم حالا یا از طریق سایت های برنامه نویسی بین المللی که مثلا نظرسنجی کردن مثل استک اوورفلو نمیدونم گیت هاب که هر از گاهی یا نظرسنجی میکنن یا یا آماری رو منتشر میکنن مثلا درآمد جاوا دیولوپر ها چقدر نمیدونم چند درصد اپلیکیشن های موبایل با کاتلین نوشته شده یا حتی بررسی آگهی های همون لوکیشنی که توی زندگی کنیم اگر ایرانی بریم آگهی کاریابی رو تو سایت های مختلف ببینیم ببینیم من الان اگر فلاتر بلد باشم فرصت های پیش بیشتره یا جاوا اگه یاد بگیرم یا کاتلین و این هم باز توی این نقطه یادآوری کنیم به خودم چیزی که ما داریم یاد میگیریم ابزاره و وحی منظر نیست ممکنه الان هم به اشتباه به این نتیجه برسیم زبان ایکس رو یاد بگیریم ولی بریم به جلوتر متوجه شیم زبان X حالا مورد علاقه من نبود یا مثلا از یه سری پیچیدگی دی... هاش مثلا خوشم نیومد یا سادگی یه زبانی منو بیشتر جذب کرد یا کارهای عجیب و غریبی که با یه زبان دیگه ممکنه بتونم انجام بدم برام تره یا آینده یک زبانی مثلا به نظرم طبق چیزایی که خوندم روشنتر باشه این چیزی که شما دارین در موردش تحقیق میکنید خیلی هم تحقیقاتتون رو گسترده و طولانی نکنید مثلا اینجوری نباشه که 6 ماه در حال بررسی این باشید که چه چیزی رو شروع کنید چون اگر شروع کرده باشید شروع کرده بودید 6 ماه پیش ممکن است سه تا زبان هم تست کرده باشید تو این مدت و به این نتیجه رسیده باشه زبان یک و 2 مثلا حالا اون نیاز شما رو جواب نداده سراغ زبان سوم رفته باشید پس چیزی که دارید انتخاب اون خیلی هم وسواس فکری بهش روش به خرج ندید صرفاً یک انتخاب اولیه باشه که شروع کنید و ولی در حدی روش تحقیقات شده باشه که اگر انتخاب خوبی بود و خواستین ادامهش بدید نگید کاش تحقیق کرده بودم بعد از 6 ماه یک سال نگید اگر من روز اول میدونستم مثلا به جای جاوا میرفتم کاتلین رو انتخاب میکردم توی این نقطه برای تحقیقاتتون میتونید سراغ افراد با تجربه تر هم برید مثلا برید به یک برنامه نویسی که میشناسید حالا یک جا دیدینش یا توی شبکه های اجتماعی در تماسید یک ایمیلی بزنید یک پیغامی بفرستید که من به دلیل اینکه این مثلا تحقیقات رو کردم به این نتیجه رسیدم بین کاتلین و جاوا و مثلا فلاتر اینو انتخاب کنم و هدفم هم این بوده مثلا نظر شما چیه اون آدم چه از نظر شخصی خودش رو بده یا چیز طبق تجربه خودش چیزایی که دیده رو در اختیار شما قرار بده اینجا منطقیه دیگه شما به که برید به طرف بگید من چه زبان برنامه نویسی شروع کنم و طرف حالا یا رو علاقه خودش رو کیس خودش بیاد به شما نظر بده و نظرات مختلف بگیرید ولی الان مشخص شده چی میخواید شما از یک نفر آدمی که احتمالا از شما تجربهش بیشتری یا از ده نفر پرسیدید من بین کاتلین و فلاتر و جاوا به این دلایل شک دارم کدومش رو انتخاب کنم و دلایلتون هم میگید اون آدمه میتونه حتی اگه دلایل شما یه جای اشتباه باشه اصلاح کنه شما رو و اینجا که دیگه شما به این نتیجه میرسید که چی رو انتخاب کنید و دیگه سوالتون به خامی اول نیست آیا من پایتون یاد بگیرم به نظرتون من سی پلاس پلاس رو ادامه بدم خب برای چه منظوری جاوا رو برای چه مقصدی در واقع یاد بگیرید الان یکم مشخص شد که قرار چیکار کنید و با کمک این افراد میتونید انتخاب بهتری داشته باشید هر چقدر تعداد افرادی که در دسترستون باشن ازشون بتون نظر بپرسید خب قطعا هرچی بیشتر باشه کمک کننده تره به شما تجربه های بیشتری رو میگیرید ولی باز هم نظر همه را که گرفتید خودتون انتخاب کنید چون هیچ کس, هیچ کس نمیتونه به شما بگه گزینه مناسب برای شروع و برای یادگیری شما تو این مرحله کدومه پس تا اینجای کار ما سوالات اشتباه و خاممون رو دور انداختیم و سوالات پخته تری پرسیدیم از خودمون یا حالا مثلا مثال غیر موبایلیش فرض کنید شما یک ایده ای دارید و میخواید اینو اجرایی کنید یعنی اجرایی خود شما آدم مثلا علاقه من به حوزه فنی هستید و میخواید برنامه نویسی هم یاد بگیرید در کنار این اجرا ممکنه این یک وبسایت باشه خب شما باز تحقیق میکنید ببینید برای پیاده سازی این ایدهه آیا شما دنبال سریع ترین راه پیاده سازی هستید دنبال زبان برنامه نویسی هستید که بعد از اینکه اینو پیاده سازی کردید و مسلط شدید بهش برید یک جا استخدام بشید دنبال مهاجرت هستید باید اینا همه رو بررسی کنید ممکنه الان اگر به من بگید صرفاً میخواید یک زبان برنامه نویسی تحت وب و یاد بگیرید برای اینکه خیلی سریع به بازار وصل بشید خیلی سریع بتونید استخدام شید حتی مثلا توی سطح های در حد کارآموز و شروع مسیر برنامه نویسی بکن و وبسایت رو بخواید شروع کنید احتمال داره من بهتون معرفی کنم مثلا فریمورک لاراول و زبان پی پی رو بخاطر این کار باهاش راحت تره شروعتون سریع تره میتونید سریع بهش برسید اما ممکنه شما دیده بلند مدتترتون این باشه که توی بحث داده و دیتا وارد شید خب اون موقع ممکنه پایتون انتخاب بهتری برای شما باشه این انتخاب بهتر بسته به نیاز شماست و کلمه خوب و کلمه بهتر توی انتخاب ابزارها کاملا نسبیه اگر شما بخواید مهاجرت کنید ممکنه توی اون کشور مثلا یه زبان برنامه‌نویسی بهتر باشه بازارش داغتر باشه که در ادامه و قسمت بعدی در مورد موارد و پارامترهایی که بهتر در نظر بگیریم برای اینکه به انتخاب بهتری به ابزار بهتری برسیم اشاره کنیم فقط چند تا نکته من بگم مواردی که راجع بهش صحبت میکنیم صرفا تجربه منه تجربه من به عنوان آدمی که ورکشاپ آموزشی قبلا برگزار میکردم خودم دائما در حال یادگیریم یک شرکت نرم داریم که حالا کارآموز داشتیم توی شرکت یا فرایند یادگیری و ارتقای افراد مختلف رو از نزدیک دیدم و مجموع اینها به نظرم این 5 -6 تا قدمیه که توی این چند تا اپیزود راجبش صحبت میکنیم که قدم اول حسب سوالات اشتباه بود قدم دوم این که سوالات درستری رو با تعریف هدف و نیازمون تعریف کنیم و قدم های بعدی که در موردش صحبت میکنیم موضوع بعدی هم اینه که ما داریم در مورد یادگیری یک موضوع یک تکنولوژی و یک زبان برنامه نویسی صحبت می کنیم که قراره به صورت مستقیم ازش کسب درآمد کنیم احتمالاً. چون توی شرایطی که شما توی یکی دو تا زبان برنامه نویسی عمیق هستید و سر کاری دارید ازش کسب درآمد می کنید. خب در کنار این ممکنه دو سه ماه هم وقت بذارید یه چیز جدیدی رو یاد بگیرید فارغ از اینکه ازش بخواید پول در بیارید یا نه به کارتون بیاد یا نه خب اتفاق خوبیه شما وقتی یه چیز جدیدی نسبت به اون چیزی که بلدین رو یاد بگیرید خیلی اتفاق مثبتتریه تا چیزی یاد نگیرید و صحبتهایی که میکنیم بیشتر برای کسایی که اولین باره میخوان یاد بگیرن مثلا یک دانشجوی نرم افزاری که هنوز زبان برنامه نویسی رو درست یاد نگرفته یا وارد بازار کار نشده یا کسی که رشتهش مثل خود من غیر مرتبط با دنیای کامپیوتر و نرم افزار بوده و دنبال یک روزنه یک ابزاری برای یادگیری یک زبان برنامه نویسی که ورود کنه و اگر مثلا براش کاربردی و به درد بخور و منجر به کسب درآمد بود فیلد خودش رو رها کنه و سویچ کنه خب انتخاب درستتر و بهتر و آگاهانه تر به این شخص خیلی کمک میکنه و اگر کسی که دو تا زبان برنامه نویسی داره حالا یه زبان برنامه دیگه یاد بگیره و به این نتیجه برسه به دردش نمیخوره کنارش بذاره یا دو تا زبان برنامه نویسی یاد بگیره یه ذره به خیلی تفاوت نمیکنه به حال اون شخص ادامه این صحبت رو در اپیزودهای بعد دنبال میکنیم در انتهای این اپیزود و بخش معرفی میخوام یک پکیج رو برای برنامه لاراول معرفی کنم پکیج چاپار که همکارای من نوشتنش در واقع آریا کار اصلیشو کرده و به شما اجازه میده توی نرم افزارهای لاراولیتون از درگاه های ارسال پیامک مختلف ایرانی استفاده کنید برای ارسال پیامک مثلا اگر شما قرار از درگاه کاونگار یا قاصدک یا فرا پیامک استفاده کنید نیست دیگه تک به تک از پکیج های اینا استفاده کنید میتونید پکیج ها رو به پروژهتون اضافه کنید و در حال حاضر از کاونگار و اسمس دات رو قاصدک و فراپیامک پشتیبانی میکنه یکی دو تا سرویس خارجی هم قراره بهش اضافه بشه به صورت اوپن سورس روی گیت هاب و جدید این پکیج ما نیاز خودمون بوده توی شرکت برای یه سری از پروژه‌مون روی گیت هاب هم گذاشتیمش میتونید استفاده کنید اگر درگاه ارسال پیامکی به ذهنتون رسید بهش اضافه کنید یا ایراد اشکالی داشت کمک کنین برطرف بشه رادیو می رو همچنان میتونید روی پلتفرم های مختلف پادکست بشنوید نسخه تصویریش رو روی یوتیوب ببینید و از طریق سایت شخصی خودم به آدرس میلاد.nu دنبال کنید اگر روی هر کدوم از این پلتفرم ها دیدید یا شنیدید فراموش نکنید حتما کامنت بذارید نظرات و کامنت های شما به من فیدبک میده من ازش یاد میگیرم و باعث میشه اپیزود های بعدی مفیدتر باشه اگر صحبتی صحبت ها صحبت های مفیدتری باشه مرسی که همراه بودی دمتون گرم